نشتم هم مثل نوبه قبلی زبون درازی کردی دهن به دهنش گذاشتی ها. هرچی شما بگین آقا جون. ببین بابا جان، تو دختر باهوش زرنگی هستی، اصلا مایه افتخار خانوادتی. همه اینا درست، اما از قدیم گفتن چی؟ جای آینه رو بخاری، جای گیوه دم در. بابالی کلا، نه اینکه ما باز خودمون کم کسی باشیم ها، نه، اما به هر حال چه بخوای چه نخوای، ما هر چی داریم صدقه سری بزرگ آقاست. آخ که این نون صدقه ای چه تلخه آقا جون. حرف خارجی میذاری پدر سوخته. از زود بیخونه بابا جان، میبینی که اوضاع مملکت چپل چپوله. چشم، ممنون آقا جون. برو بابا جان، برو. تموم شد، میتونین راحت باشین. دست درد نکن، از نیش پشم نرمتر. وقتی من به سن تو بودم زنا فقط سه تا کار بلد بودن: سال یه بار بچه پس بندازن، ما یه بار رفت و روب کنن، روزی یه بارم یه دیزی آب گوش بار بذارن. زمونه میچرخه. ببینین من به سن و سال شما برسم زمونه چقدر به چرخه. ما بخوایم نخوایم زمونه چرخ خودشو میزنه. اما ای کاش نزنه، ای کاش تا یه جایی به چرخه بعد وایسه، یه جایی که بزرگتر کوچکتری، زن و مردی، ارباب نوکری معنی داشته باشه. از یه جایی اون برتر افسار زمونه که از دست آدم ها در بره واویلاست، دیگه نمیشه جمعش کرد. تو دختر لایقی هستی که اینا رو بهت میگم، وگرنه با زن جماعت سه تا حرف بیشتر نمیشه زد. یکیش لابد شوری و بینمکی همون دیگ آب گوشته است، یکیش خاک سر تاخچه، یکیشم
وقت بچه پس انداختن. من تای حرفم با توه. این البته جدا از باباته که خب از قدیم الایام زیر سایه خودم بوده و هست. دختر جون، اونی که بخواد بیفته جلو به خیالش بزنه که باید چرخ و حل بده، یه جایی میبره کم بیاره، زیر همون چرخ له میشه. من نمیخوام چرخ و حل بدم، دارم زندگی رو میکنم. زندگی تو نمیکنی. زندگی زن همون ستاست که گفتم. اینکه رخت مردا رو تن کنی، عین مردا کار کنی، به همون چیزایی فکر کنی که مردا فکر میکنن، یعنی زندگی تو نمیکنی. بچسب به زندگیت. یه روز برسه که بگم بیا آمپولمو بزن، بگی نمیتونم، گرفتار شوهر بچه‌ام. میفهمی چی میگم؟ بله. آقا اینجا قایم شدن؟ یه ساعته دارم دنبالت میگردم. ببین خیال نکن منو قال بذاری جیمشی قصر در رفتی از جواب دادن. عذر و بهونه نیار، تفرم نرو. دیشب سرت به کدوم آخور گرم بود نصف شبی برگشتی اونجور مست و پاتیل ها؟ لابد یکی از همین زیافت زیپوریا با همون انترلگوریا. با تو هم قباد مغور میای یا به آقا جونم بگم بیاد. تو چرا هر وقت به نفرت نیست کرولال میشی؟ چی ور ور میکنی زیر لب باز خودت؟ بلند بگو جرأت داری. همین روحی از همه بهتر. سلام هاشم. باش اهم آفرم. سلام. اینجا چی کار میکنی مرزیه؟ با نمیدونستم برای سر زدن به شما باید چاپار خبر کنم. آخه چله مرداد، گرما اینجا، شما حتما خبری شدی که اومدی دیگه. نه به اون جیکجیک جوانی که هر روز منو میکشوندی، اون حاجه کوره تای بازار، نه به این قرقر پیری که تو این تخت سلیمون برای من جا نیست. ای بابا مرزی خانم، شما تاج سر منی. بفرما واسه خودت میگیرم. بفرما اینجا بیا. عسقری یه شربت بیار واسه خانم. سلام علیکم، خسته نباشید. این حجره هنوزم با وجود شما یه حجره است. امون از زبون شما. پسرتم لنگه خودته. اگرم من این همه را کوبیدم آدم اینجا باز خاطر فرهاده. این روزا اینگار گرد دل واپسی پاچیدن تو هوا. مرمیز با کی میره با کی میاد، شما هم کسا انگار نه انگار. فرهاد کم مونده که ریشش برسه به نافش. بچه نیست که این قدر نکاد برای یه مادر. بچه اگه 100 سالشم بشه باز بچه هست. حاج آقا من اینو انتخاب کردم. مبارکه، ایشالله به خوشی. به سلامتی حاج خانم. سلامت باشین. جهیزی هست؟ میشه برم خرید کنم بیام بعد ببرمش؟ بفرمایی. خیر ببینی. خدا حافظ. خدا حافظ حاج خانم. خدا حافظ خانم. خدا حافظ. خلاصه این که دیوارای خونه برام تنگ اومد، اومدم سنگام با شما وا بکنم. خدا بخیر کنه. زودتری تا این رفقاش از را به درش نکردن باید دستشو بذاریم تو دست شهرزاد. خوبیت نداره پسر دختر جوان جیک و بیکشون از یه حد بیشتر باشه. شوخی که نیست، آتیشو پنبه. من حرفی دارم هاشم خان. قربونت برم، حرف شما براش برو داره. باش حرف بزنید، آخر برج اخ کنون رو به سلامتی را بندازی. چشم، همین امشب باش حرف میزنم. امر دیگه؟ چشمت بی بلا. حالا یکی رو گوش کن. میگن زندگی زناشویی تئاتریه تو سه پرده. پرده اول
کمدی و موزیکال، پرده دومی درام و هیچ، پرده سومم تراژدی. همین؟ آره دیگه. استاد جوکای بیمزه ای فرق. میخوایی با آموزش برای تعریف کنم؟ نه بابا، میخوام امروز رو بگیم. گفتم که بهت ممنون. دقیق با جزئیات کیا بودی؟ ببین، آقای سایه بود، آقای نیما یوشیچ، یا آقای اسم کیوان. کجا دیدین همه؟ آقای دکتر ماهین. باور نمی کنی شهرزاد، این آدم از همه چی میدونه. کدومشون؟ نیما. از فیزیک، فلسفه، شعر، همه چی. ما یکی جسه کوچیکی داره ها، ولی وقتی شعر میخونه انگار 300 نفر دارن با هم میخونن، نه یه نفر. از وقتی شعر میخونه تو حال خودش نیست. مرغ امین خون برامون. مرغ امین؟ آره. خوش به حاله. میخوام تازه یه مقاله بنویسم راجع به این دیدار. اسمش هم بذارم دیدار با مرغ امین در روزگار آزادی. البته میدونی که منظورم از روزگار آزادی کاملا دو پهلوه. یعنی یه روزگاری که آزادی رو لبه تیغه و هر آن ممکنه بهش حمله بشه. کاش فقط اسمشو میذاشتی دیدار با مرغ امین. همین. باز آقا جونه نصیحتت کرده؟ نه خیر، میگم یکم احتیاط کن تا آبا از آسیاب بیفته. تو این مملکت هیچ وقت آبا از آسیاب نمیفته. تو این مملکت بلبشو احتیاط شرط عقل. آقا فرها، من اگه میخواستم با عقل معامله کنم که بخواد برام شرط شروط بذاره، که یکی میشد این بابای تو، این بابای خدا میرفتم بس میشستم زیر سایه بزرگ آقا. بعد اون موقع هم یه مغازه فرش پوشی دو دهنه تو بازار، تو همین 5-6 تا بچه و دیگه نبه این شوری. نه دیگه، اومدی بازی رو به هم بریزی شهرزاد خانم. این بازی وسط نداره، وسطش نومنه خروزخوریه که من نیستم. شهرزاد دلم میخواست یه صدایی داشتم که همه میشنیدن، داد میزدم، میگفتم ما توی یه جای غریبی از تاریخی. بعدها 100 سال بعد مردم این روزا یادشون میمونه. روزا خیلی ملتهبه شهرزاد. آره ملتهبه، ملتهب و بلا تکلیف. چه خواب بدی من دیدم دیشب. میخواید برای تعبیرش کنم؟ نه اصلا نمیخوام حتی تعریفش کنم. خیلی خوب، تعریف نکن، ولی یادت باشه دکتر مصدق تاب میاره این همه عجمه رو، خصوصا الان که شاکر شهر مملکت رفته بیرون. این یعنی طرفدارای شاه هم ممکنه جری تر شده باشه. این یعنی اختیار تام برای دکتر مصدق و دکتر فاطمی، خصوصا اینکه دکتر فاطمی پیشنهاد خلع سلطنت کرده، یعنی دموکراسی و جمهوری. فکر نمی‌کنی این تندروی ها ممکنه باعث شه همینی هم که داریم از دست بدیم؟ کدوم تندروی شهرزاد؟ پیشنهاد دکتر فاطمی خواسته همه مردمه. اینا نشونه های خوبیه. میونه این همه نشونه های خوب من کجا وایسادم؟ راستشو بگم، تو بهترین نشونه این روزای منی. یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چون این میانه میدانم آرزوست. شون قیمه میل داریم سوپم رو بخورم. شیرین جان دستم افتاد، ببخشید. بزرگ آقا، چاکریم، جان نثار مخلصیم آقا. شما فقط جون بخوا، ما برادران هفت کچلون دو دستی دربست مخلص آقاییم. خیالتون تخت تخت باشه آقا، همه چی رو براز. بارکالله، بارکالله. ممنونم آقا. آقا شب تارمون روشن شد به جمال شما. اگه نگفتم، اگه نگفتم فردا صبحی به خورشید خانم، آخه زیپوری واس چی در اومدی؟ بزرگ آقای ما خودش خورشیده، تو چراغ نفتی هستی، برگرد برو خونت. آره فردا به نفع همه از تو خونه بمونه.
بسو نکمش کنید و خاموشش کن. وای لنگای انگار شهر شلوغ بود، همینجوری برخوشون آهنگ پخش می‌کردم دنبال این بود. چه خبره؟ کی میگه شهر شلوغه؟ هوشنگ. آقا هوشنگ نیست آخه، راپورت چیه؟ رادیو میدون ارگه، واسه همینه. روح نیست. سیمی هوشنگ میگفت امروز یه جوری شهر خیلی شلوغ پلو و قاطی پاتیه. خیلی هم نگران حال آقای مصدق بود که وقت بلای سرش نیاد. خب پس چرا پا نمیشه بیاد پیش زن و بچه‌ش؟ بابا هوشنگ داره جادیه. همینجوری سرش حساب تو حساب کتابه. همینجوری بچالوس که دیگه نمیت بشینه بر دل من. به به ماشاءالله. کجا ان شاءالله؟ آب کی مثل ماه شدی؟ تو مثل ماهی سیر تو سماقی. کجا؟ بی خبر. باید برم مامان با فرهاد قرار دارم. چه خبره دوباره؟ چی بگم خانم؟ مملکت که نیست، دیوونه خونه است. اینا مگه طرفدارای دکتر مصدق نیستن؟ پس چرا دارن فرار میکنن؟ میگن ارتش کودتا کردن. ببخشید خانم، من دیگه از این جلوتر نمیتونم برم. اوضاع خیلی قاراش میشه. خیلی خب آقا بزن همین بغل من پیاده بشم. اونجا چه کار میکنی دکتر؟ بیا تو. واسه چی امروز از خونه اومدی بیرون؟ قرار داشتم اینجا. قرار چیه دکتر؟ امروز سگ صاحبشو نمیشناسه. یا آقا اینجا نیومد، عینک میزنه، چشای روشنی داره. همون که همش با هم میای. نخه نیومد. میتونم یه تلفن بزنم؟ بعید اون لکنت امروز کار کنه، ولی بزن. این چاگده رو مثل الو؟ الو؟ آقای دماوندی هستن؟ بلندتر کی؟ آقای فرهاد دماوندی اونجا هستن؟ گوشی فرهاد! فرهاد! بیا، یه خانمی واسه کار داره، نمیدونم. الو. حالا سلام چاست. بابر چه خون اومدی بیرون؟ فرهاد این سر و صداها چیه؟ شیشه. یعنی چیزی دارم میام تو؟ با همه اون جیدی رفته. کیا این؟ خیلی خواب. فرهاد تو رو خدا مواظب باش، من میترسم. نه چیزی نیست دیگر نمیش. ببین تو همون کافه بمون. زنگ میزن آقا جمشی، آقا جون من بیا دنبالت ببرم. الو، الو شهرزاد، الو، الو، الو شهرزاد، Thank you.
از اینجا. قیام کردن به خانه مصدق. من به بابه بزرگ شده عادت به حبس نداره. ای خدا، ای خدا، فرهادم، فرهادم طوریش بشه به خدا یکی همه هاشم خواهد جده این چشت خودم ها ریز ریز میکنم. خانم جون این گلگاف زبونه بخورین خوبه برات. تو فرهادم سر سلامت نیاد از حبس بیرون لبه هیچی نمیزه. ببین نخواستم بالا حرف بزنم، حالا روزش که میبینی مادر دیگه بچهش ها، ولی با تو میتونم راحت باشم. بگه ببین من چرا خاموش چند نفری رو فرستادم که برن از خانواده مقتول رضایت بگیرن. خب میگین مقتول چهار ستون بدنم میلرزه، این چه بلایی بود سرم اومد. زمانو که نمیتونیم برگردونیم بقیه، میتونیم ما باید حالو بچسبیم. این مقتول حالا خدا رحمتش کنه برای خودش گندلاتی بوده، خانوادش که صد مرتبه از خودش بدتر. رضایت گرفتن از اینا کاری کارستون. یعنی چی؟ یعنی ممکن رضایت نداره خود؟ ببین اگه میخوای جزف هزار را بنازی که من حرفمو درز بگیرم برم پای کار زندگی خودم. نه نه بگی، تو رو خود بگی. خونبهاش هرچی که باشه شده تمام زندگی من بفروشم میفروشم خونبهاشو میدم، اما تو نمیخواد بینا کار داشته باشی. من فقط یه چیز از تو میخوام، این چند روزه هوای مرزیه رو داشته باش، همین. نمیخوام مصیبت اون دوتا بشه. باشه؟ چشم. ولی احتمالم هست وضعیت برگرده، آقای مصدق یه کاری بکنه زندونیا رو آزاد کنه. ببین شعر تعبیر من نده، دلتو به اینو علکی خوش نکن. اون کسی که قالی رو انداخته رو این دار تا آخرش رو بافته، قیچیش هم زده، فقط منتظر بیارتش پایین. وقتی که رادیو رو اشغال میکنن یعنی الفاتحه. چطوری اومدی تا اینجا؟ خودم اومدم. چرا جمشید نیاوردت؟ دیگه اومدم خودم. قرار بود صبح بیای نیومدی، گفتم شهر شلوغه نتونسته بیاد. الانم کار خوبی نکردی را افتادی اومدی تو شهر شلوغ. مملکت صاحب نداره، سنگ رو سنگ بند نیست، تا بیاد سر سامون بگیره وقت میبره. یه دختر تنها درست نیست بیاد میونی یه مش لات و لوت و مامورای دوزاری. بله چشم. ببخشید حواسم. تو به خاطر این نیومدی، یه علت دیگه داره. راستش بزرگ آقا من میخواستم از گوکانه یه پسر هاشم خبر دارم. هاشم و جمشید زمینگیر شده بودن که تو را افتادی دوره تو شهر. من نمیدونم چرا هاشم خانم آقا جونم زودتر با شما صحبت نکردن، منتها من کار خودم رو میکنم، الان فقط امیدم به شماست. از این بازی های مردونه پا تو کنار بکش دختر. باز اگه زنش بودی یه چیزی، اما اینطوری درست نیست، خوبیت نداره. زن شوهردار یه تعریفی داره، دختر خونه یه تعریفی دیگه. جمع کن بساطتو
الان میگم ماشین ببره برسونتت خونه. فقط تو رو خدا بگین امیدی هست. کریم سجادی. نمیشه سو. هادی کمالی. اولی ما رو اسمش میشنم. از شما این چند سال رو توی غار به سر میبردی نه؟ از هیچ کنی زیاد همایی که اسپوردی خبر ندارم. اما ما شواهدی داریم که نشون میده تو با همین رو در ارتباط بودی. قرارهای چهارشنبه، دفتر نشریه، بین ساعت 6 تا 12، یادت نمیاد؟ تازه به ما گزارش دادن که دکتر فاطمی هم یه روزایی میومده اونجا پیش شما. با ما چند ما باید بگم؟ نه قرارهای معمول تحریریه بوده، جز حرفای نشریه چیزی رد و بدل نمی‌شده. کجا ندانی آقایون؟ چرا فراری هم؟ من تو قسمت هنر ادبیات مطلبی نوشتم، اینا تو قسمت سیاسی کار میکردم. من باهاشون در ارتباط نبودم. چه میگی؟ من تو موقعیتی نیستم که راست یا دروغ بودن حرفمو ثابت کنم. میفهمی؟ الان گردنت زیر تیغه. منو بابت همون چیزی بازجویی کنید که به خاطرش اینجا. به زعم شما دستای من به خون آمده است. خب میتونی خودتو نجات بدی با یه سری اطلاعات مختصر که از اینجا درسم نمی کنه. با یه امضا پایین برگه. چه؟ یه اعتراف کوچولو در رابطه با اینکه نشریه شما یکی از مراکز توطئه بوده. آخه امضا کن، من خیرتو میخوام. میخوام که از اعدام نجات پیدا کنی. امضا کن. به قیمت زنده بودنم یا بهای شرفم. ببین جوجه مصدقی، شرف آدم تا وقتی محل اعتناس که زندگیش به مخاطره نیفتاده باشه. تو اول زندگیتو نجات بده، بعد یه فکری به حال شرفت بکن. شما از من میخواین پای برگه‌ای رو امضا کنم که ممکنه باعث دردسر برای چند تا آدم بیگناه بشه؟ سرباز، شما میدونی من بیگناهم. متهم بعدی. متهم بعدی. هفته میشه که پیدات نیست. لابد کار مهمی داشتی که من از میونه این همه مهمون کشوندی بیرون. مهم که چه عرض کنم، چند روزی هست که درگیر دادگاه پسرم هستیم. فرهاد خب پای ادامه دیر به جنبم
دستم رفته. شما رو به جون تنها دخترتون قسم تو میدم دستم رو بگیری. میبینی اشمت؟ الله آدمی زاد که میگن گربه صفته همینه. یه روز میذاره میره حاجی حاجی مکه، انگار نه انگار که یه وقتی یکی دستشو گرفته رو خاکستر بلندش کرده، بعد همچی که کارش گیر میکنه با سر کلش پیدا میشه. اگه منظورتون روز شلوغی هست، من اصلا حرفش نزن. من تو این قضیه سقوط مصدق و اون شلوغی ها خودم صدات نکردم، نخواستم با بهونه و نمیتونم و نمیشه و این حرفا بیشتر از چشم بیفتی. حالا پاشدی اومدی اینجا واسه چی؟ که من برای پسرت چی کار کنم؟ بچه دانشگاهی که توی روزنامه یه دریوری ضد مملکتش مطلب بنویسه دوزار نمیارزه. اینه کیبت گفته بودم، حالا هم که دیگه اوضاش نور و علا نوره، زده فدایی شارو کشته، توقع داری حکمشون نقل و نبات بدن. من فقط همون یه چیز رو از شما میخوام، بعد اون تا آخر اون فقط شما بخوام، هرچی که بگی هرچی که بخوای، نامردم اگه بگم نه. بسه بسه، بلند شو بلند شو، مهمونا منتظرن. این هرس و جوشارم که الان میخوری باید قبل از این قائله میخوردی که پسرت سر به راه بشه، نه حالا که حکم سیاسی بهش خورده پای داره. مگه خدا به دادش برسه؟ بنا به دستور دادگاه کیفری شماره 1 دادرسی ارتش به ریاست تیمسار سرتیپ قطبی‌زاده، پس از 5 جلسه دادگاه و استماع دفاعیه متهمین، دادگاه مزبور ماده استنادی دادستان علیه آنها را مورد تایید قرار داده و به اتفاق آراء متهمین علیرضا محمودی، حامد بنکدار، مهدی زرابی، اکبر خواجه نصیر، سیف الله سرابی، محسن مرادی و فرهاد دماوندی را به دلیل ارتکاب به قتل و اقدام علیه امنیت کشور و تلاش جهت براندازی نظام حکومتی و همکاری با خائنین به اعدام محکوم می نماید. چایتونم که نخوردیم، از دهن افتاد. بنام هم ازش کن چیز. سلام. دیگه زورت به ضعیفه هم نمیرسه هاشم؟ مگه بهت نگفتم تنها میخوام ببینمت؟ من زور کردم بیام. اگه درباره فرهاد منم باید بدونم، اگه نیست بگین همین الان میرم. مگه حکم پسرت واسه دیشب نبود؟ پس این دختر منتظر چی بهش گفت از من؟
دل همه اون خونه. خون که چه عرض کنم، مادرش یه شب انگاری 100 سال پیر شده. یه نش رو دستم نمونده بزرگ آقا، 2 تا نش بود. بیا برو بالا سرش. اون ملافه رو بزن کنار از رو صورتش. چرا این کارو با من میکنی بزرگ آقا؟ هر کاری بهت میگم بکن، بزن کنار. بچه هم زنده است. بچه هم زنده است. برای زنده شهر را بیدونم نفس میکشه. باید در دهن فک و فامیل یدی گلدره‌ای بسته میشد، اگر نه نمیذاشتن آب خوش از گلوی پسر پایین بره. بردنش جلو جوخه اعدام، شلی کم کردن، اما با گلوله‌های مشقی. پرونده فعلا مسکوته. چیزیش نیست، خوب میشه. یه مسکن بهش زدم. بنیهش بنیه منور الفکریه، بنیه مردونه نیست. با شلیک گلوله قش کرده. درست میشه. یه مدت نباید شلوغ کنه. این ور اونور بنویسه. هاشم ارزش داره یه مدت تو خونه نگرش داره. بله چی شده؟ چرا لالبانی گرفتی دختر؟ بده ببینم. الو چرسش میگه فرات زنده. سلام بابا. فرات زنده است. بچه هم فردن. چیزی نیست، نگران نباشین، هول کرده، استراحت میکنه، خوب میشه. مرزی جان این خورده تنهاش بذاریم به خواب، حالش بهتر میشه. نه خوب، بچه هم یه وقت کابوس ببینه. وا خانم جون، من یه قرص بهش میدم راحت بگیری. بخواه بیا بیا، یه وقتی بیدار شد برمیگردی 100 تا 30 تماشاش میکنی. بیا میترا جان، بیا دقیقه مادر.
بردار ببر یه جا گم و گورش کن. میام میبینن دوباره بچه‌مو میگیرن. مرضی خانم تصدق سره پروین خانم و جمشیدم بالا. سرت سلامت اومدم. بیه. اومدم. مرضی مددی مواظبش باشی قربون سرت. بدو بندازوش نچاد. نمیچاد. هاشم خان به نیت 5 تن نذر کرده بودم اگه بچم از این مخمصه خلاص شد جهیزیه 5 دختر در وقت بدم. کار در اومد. رو چشم بفرما. دردت بجونم میدونم چی کشیدیم ولی به خدا ما هم اینجا کشیدیم با پای تو. فکر کنی اگه بلایی سر تو میومد من دیگه آدم میشدم؟ اصلا میمردم. منم گوش میکنی فرهاد؟ شهرزاد جون شهرزاد نمیدونی چه جهنمی بود اونجا. نمیدونی باش حرفشو نزن دیگه. خب فکرشو نکن. چیشو تو به من بگی بخوام. بس شهرزاد. بله. تو که نمیری؟ نه من همیشه پیشتم. گرفتی؟ یه نگاه به خودت کردی؟ صبح تا شب یعنی کنیز حاج باقره بیخ گوشم خفه شو خودت آینه نگاه کن ببینم. خفه شو میدنن اومدن آقا تمون دیگه تاخ کرد. چی میخوای اینجا؟ خوبه کجا داری میدی؟ جهنم. یه دقیقه وایسا. خب سلام آقا جون. شب بخیر. اوضاع کلوب چطوره؟ نه امر مهمی نیست. در واقع بعد اون اوقاتهای فرداست. اون تاجر هندیه تا کی گفته بود میمونه تهران؟ آره دیگه همون تاجر هندیه. آره بعد بمبئی اومده. خیلی خوب. یه جوری موکولش کن به بعد. آره ملاقات با اون هارون هم به هم بزن. اونم منتها یه جوری که بفهمه ما رفتیم پرسجو کردیم اون بار عتیق جات ویکتوریاییش همچین مالی هم نبوده. در ضمن اون سرنگ تیموری هم بگم بده به رؤساش بگه این بگیر و ببند رو بزن بکش دیگه بسه دیگه. اگه سرق سریه
رفقای فرنگی و چند تا هم سال من اوضاع به نفعشون چرخیده، دیگه هوا برشون نداره هر غلطی دلشون بخواد بکنن. بله همه یه قرار ملاقات های فردای منه به هم بزن. نه ناخوش نیست آمارم خوبه. فردا یه کار مهم میدارم که باید انجام بشه. آره. سلام. عمو جان شما این عمو جان تو رو خدا من از این دوتا نجات بده. من نمیدونم اینه کیان چی میخوان. عشمت بلا خلاصش کن. عمو جان تو رو خدا عمو جان اگه بخواد شیرینه به خدا من اصلا کاریش نداشتم. اون همش اون شروع میکنه ای زیر کوچه من راه میره بهم میگه اجاق کور بابا کاریش نداشتم به خدا پدر من نرورده بیچاره. دهنتو ببند. قبلنم بهت گوش زد کرده بودم حواستو جمع کن که زن و مرد هر کدوم یه تعریفی دارن. یادت رفت؟ غلط کردم تو رو خدا رفت. عشمت عمو جان غلط کردم تو رو خدا هر بخواه که معصوم خانم رو هم کنی تو رو خدا. ای دادی بیداد توف سربالایی. خوش ندارم کسی بدون داماد بزرگ آقا یه همچی بیخاصیت نامردیه و یا نه زودتر داده بودم خلاصت کنم. غلط کردم تو رو خدا. میتونستم با یه گوله خلاصت کنم اما نمیتونم چون شیرین خاطرت میخواد. از چیه تو بی وجود خوشش اومده؟ خدا عالمه. مخلص کلوم اگه زنده ای هنوز میذارم نفس بکشی جونتو مدیون شیرین. بفهمین و بی وجود اگه یه دفعه دیگه یه خراش رو بدن شیرین ببینم خاطر خواهی مالیده. میفهمی؟ با دست خودم بیوش میکنم. حالی جد چشم بزرگ این قضیه یه بچه رو خودم ختمش میکنم. بچه این بیقراری تو یه جوری بیقراری خود منم هست. بالاخره این خانواده یه وارث میخواد. آقا اینقدر نمک نریز تو غذات واسه قلبت ضرر داره. سر سفره قضا مجله ورق زدن کفران نعمت همه را خانم خدا قهرش میاد قهدی گریم میشه. خود زنیا خانم جون بیا پیداش کردم. گوش کنین همه اینا شاهکار صنعت قرن اتم. گوش کن آقا نگاه کن. بخور بابا جون. مادر حواست کجاست؟ یه لقمم که نخوردی. چشم میخوره بگی بشین لازم نکرده. چرا همچی میکنی خانم؟ خب بذار بره جواب بده. خب حتما مرضی خانم اینا سه روزه دارن زنگ میزنن من هی امروز فردا میکنم. زشته به خدا شما یه جواب درست به من نمیدی. نه من جوابمو دادم الان وقتش نیست. چرا نیست آقا جون؟ یادش رفته 16 شون چه دست گلی به آب داده. این حرفا یعنی چی؟ خواهر من آقا جون راست میگه دیگه. آدم از رو در همسایه خجالت میکشه. والا به خدا چی بگه؟ دومادتون چی کار است؟ سیاسی که بود متهم به قتلم شده. گل بود به سبزین زاراسته شد. ها راست نمیگم؟ لا 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 همیرا اصلا حرفو مزه مزه میکنی قبل زدن؟ دروغ میگم مگه؟ چی گفتم؟
دروغ گفتم هوشنگ خان؟ نه والله. پروباه میگن شاهدت کیه؟ میگه دومم. لعنت به شیطون حراف. بس دیگه سیمی. خب چرا همینا رو بهشون نمیگین؟ نمیذارین من فرهادو ببینم، نه خودتون یه جواب بهشون میدین. اگه همین دو سه هفته نه پس کی؟ حرفا خارجی میزنی خانم دکتر. من چه بدونم؟ بذار کفن این بنده خدا مقتول خشک بشه، بعدم ببینم این پسر عوض شده یا نه. بعدم دارین راجع به فرهاد حرف میزنین آقا جون، پسر رفیق گرما به گلستانتون. ده نده، همین که گفتم، داماد حبس کشیده وصله خانواده ما نیست. یه عمر راسته و راسته بیا آبرو جمع کن بریز تو قلک، حالا قلک رو ببرم بشکنم تو خلا. زکی بابا. آره دیگه باشه، پس من خودم همه اینا رو بهشون میگم. سعیده جون اومدم. بفرم. انشالله قسمت شما. پشتشو میبندی برام؟ میبودونی دوتا مادرها چجوری شدن؟ شدن این دوتا دوست جونجونی. چطور شد آخر سقی آقا جونت رضایت داد؟ نمیدونم راستش. ساکته آقا جونم. اون که خوبه، فرهادم ساکته. بهتر شده؟ چی بگم؟ فرهاد همیشه نیست. من اصلا نمیدونم راضیه به این وصلت یا نه. ما واسه خودم تون تون داریم میبردیم. چی میگی؟ دلت قرص خامه میشه بعد این همه سوز گدازش با عاشقی راضی نباشه؟ ای دختر شیرازی، چی بگم؟ دلم خیلی پره. بعد اون روز کذایی اصلا هممون شدیم یه آدم های دیگه. خب مگه میشه؟ تو یه روز صبح عکس مصدق دست مردم بود، غروب عکس شاه. باید فراموش کنیم اون روزا رو شهرزاد جون. نه اتفاقا. باید خوب اون روز رو یادمون بمونه. وگرنه سر به جون بودیم صد برابر بدتر سرمون میاد. چه میدونم؟ من که از این چیزا سر در نمیارم. همین که مردم گشنگی و تشنگی نکشن بس. شکم مردم وقتی سیر میشه که بتونن حرف بزنن راحت از مشکلاتشون، بدون ترس از آژان و راپورچی و چه میدونم مفتش. نمیدونم والا. تو خودت چطوری؟ خدا رو شکر خوبم. ببینم سعید خانم، تو که لالای ولدی، چجوریه که خودت خوابت نمیگیره؟ بعد دو ساله میخوای یه تغییری تو زندگیت بدی؟ ول کن شهرزاد جون. خدا بیامرزه داداشت و مامانت اینا رو. بالاخره تو هم باید زندگی کنی دیگه. یه جفتی پیدا کنی، خونه زندگی، سر و سامون، خانواده، بچه. من همین بتونم امروز اون به فرد بود و زمان هر کردم. دیگه بچه و شوهر اینا پیش کشم. تا کی آخه؟ نمیدونم، تو هر وقت دلو مارون بگیرم. دل کنی حرفا رو، حالی که وقتی حرفا نیست. قباد. قباد کجایی؟ اه اینجایی؟ بابا کل خونه رو دنبالت گشتم. میگم قباد میای یه سر با هم دیگه بریم لاله‌زار؟ مهین دو خانوم هست، دختر دختر دایی آقا جونم. از اون خونه خرابه تو در خونگاه اساس کشی کردن. بیا ببین به چه عمارت فرنگستونی مکش مرگ مایی. کجا؟ اونم سمت دزاشیب. قباد میگن همه دستگیرهای خونهشون از طلاست. سقفش هم میگن لملمه میزن از نقاشیهای پاریسی. حالا نه که به گرد پای عمارت آقا جونم برسه ها، ولی خب علنگ و دلنگی داره واسه خودش. مثل اینکه اینا میخواستن کم نیارن، همه رو وعده گرفتن پسون پسون فردا خونه نو. ما هم باید بریم. حالا چش روشنی چی ببریم خدا میدونه. این که همه یخاش آب شد قباد. بگم ململی که دیگه واسط بیاره. خلاصه گفتم که اگه حوصله‌شو داری یه سر با هم دیگه بریم لاله‌زار. بریم عتیق فروشی این یارو عتیق چی. یه شمدون روسیای خودم دیدم ها، با آینه و گلدونش. میتونم بگم بیاره اینجا، ولی خب سلیقه تو یه چیز دیگه است. با هم بریم خوب میشه. شاید تو یه چیز دیگه دیدی، پسندیدی. نظرت چیه؟ با تو هم آقابات.
دارم میشنم. نه تو مثل این که بابت رفتار چند شب پیشت از من دلخوری. آره باشه حرف نزن لال شو، ولی من که اصلا خبر ندارم دیروز پیروز چه اتفاقی افتاده. قباد اینا یه چیزای مردونه یه بین تو و آقا جونم، به من چه ربطی داره؟ آره به تو ربطی نداره، بلش کن. قباد این چیزا تو همه خونه ها هست، آقا جونم هم خیر و صلاح ما رو میخواد. آره لابا خوب زندگی به رواله؟ بله به رواله. این پسر هاشم بهتره؟ بهتره بله. اجازه میدین من برم؟ نه صبر کن، مدتیه سر یه موضوعی میخوام حرف بزنم. این قضیه 28 مرداد پیش اومد نشد. یه دقیقه بشین. چشم. قبلا هم بهت گفتم به چشم من تو با بقیه زنها فرق داری، یعنی یه جنمی داری، یه جنم جوندار، گرچه گاهی اوقات یکم مردونه است، اما به هر حال اشکال نداره. اگه یکی باشه که بشه این زخم و جروش باز کرد همون تویی، چون هم زنی هم یه نیمچه درایتی داری که وقتی میگم زخم میفهمی منظورم این سوزنایی نیست که تو هفته یه دفعه به من میزنی، منظورم دو وجب نیشتره که تا عمق جونم فرو رفته. من یه دختر میخوام واسه دامادم، یه دختر که با قباد وصلت کنه، واسم یه بچه بیاره، یه بچه که وارثم بشه. این کم چیزی نیست، میفهمی چی میگم؟ من خیلی مدیونم به شما، دوست داشتم بگم که میفهمم و هر کمکی از دستم برمیاد بکنم، منتها نمیفهمم یه دختر میخواین که فقط براتون وارث بیاره؟ خب اون دختر بعدش خودش چی میشه؟ خب اسمت دیوان سالار پشت قوالشه، تا آخر عمر مثل شاهزاده ها میتونه زندگی کنه، مثل شاهزاده ها بره بیاد، بعدم بچهش داره، عزت احترامش داره، یه زن چی میخواد جز اینو؟ هیچ کدوم اینا جسارت، ببخشید. نه بگو. هیچ کدوم اینا جای عشقو نمیگیره. عشقی که آدمو خاکستر نشین کنه نفرت میشه، عشق با ناز و نعمت و مال و مکنت باقی میمونه. باشه این هیچی، البته اجازه بدین که باهاتون موافق نباشم، ولی اصلا فکر دل دخترتون رو کردین؟ گاهی وقتا یادت میره با کی داری حرف میزنی. یکی باید باشه این دندون غرور رو از دهنت بکشه بیرون. معذرت میخوام، اصلا نمیخواستم ناراحتتون کنم. چشم، من فکرامو میکنم اگه دختر مناسبی پیدا کردم زود بهتون خبر میدم. میتونم برم؟ با اجازه.
شما چرا کس کردی؟ من حالم خوش نیست. چرا نمیخونین؟ بخونین. اندلیبان را چه پیش آمد، هزاران را چه شد؟ سلام موسی. سلام. کم پیدایی؟ خوشحالم که سالم میبینمه. ممنون. بفرما. بفرما. رفتان؟ آیسرین لازم. خبر رو اینطور خودم. همش دروغه. فکر کنم من بخند. سلام. سلام. خب دیگه من خیلی دیرم شده. حامد جان بکر. سب کن منم بیام. امروز خیلی کار دارم. خدافظ. 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 مهم نیست. چیزی شده؟ نه نه بودیم بشینیم. یادش بخیر. یه وقتی قرار که میذاشتیم هر جای شهر که بودم آقا فرهاد با اسب سفیدش میومد دنبالم. اون وقت لابد اسب سفید داشتم. الان که اولاغ چموش نشسته زیر پای زندگی. من فرهاد. بله. نمیخوای با من حرف بزنی؟ دارم حرف بزنم دیگه. پس کام کنم. حرف. حرف واقعی. چه حرفی؟ من نمیدونم چی بهت گذشته ولی اگه بگی شاید خلاص شی. باشه وقت دیگه. یه وقت دیگه که یه فرهاد دارن برامون عروسی میگیرن. لباس عروس آینه شمدون خوش همه رو آماده. من که هنوز ازاد ندادم. حالش عجله یه. مرضیه خانم اینجوری فکر نمی کنه. فکر میکنه مزه دهنتو میدونه. مزه دهن من خونه. توی دماغم بوی خونه. توی سرم خونه. همه یه تنم خونه. بخوایی جلوت صد خون آخ بزنم؟ فرهاد. دونه دونه شلوم افته در رو زمین. چشم بسته بود در این بوی خونشون تو دماغم بود. یه رسی بوی خون آدم ها با هم فرق میکنه. این بوی خون وحیده، بوی خون صابره، این بوی خون محبوده، بوی خونشون اینجاست. فرهاد جونم قربونت برم، باید بالاخره بیای بیرون از این کابوس. دیدی فرزا چجوری یه روز آرزوام نقش برام شد؟ چی شد دکتر مصدق؟ کجا از فاطمی؟ مگه خودت نبودی که میگفتی ما توی جای عجیبی از تاریخ گیر افتادیم؟ ها؟ باز میشه این در، صبح میشه این شب، صبر داشته باش. من زمان لازم دارم تا خودم پیدا کنم. هر شب کابوس، یه شب اعدام، یه شب لحظه مرگ اون بدبخت. دلم میخواد برم خونوادش رو پیدا کنم، واسه چه حلالیت بخوام.
همه چیز از روز نحس شروع شد، زمین زیر پام فرو رفته، بهش که اعتماد ندارم، حتی به من. دوست داری منو هنوز؟ تو چی تو؟ هنوز میتونی آدمی که این همه حرف پشت سرشه دوستش داشته باشی؟ من اون دختری نیستم که تا خشی به خیشی بیفته و ته خیار تلخ بشه بخوام بونه بیارم. تا وقتی این گردن منه، آره، با دل و جونم دوست دارم. راستش آقا نمیدونم از کجا شروع کنم. خب من خونه بادمون تا بن دندون زیر دین شما هستیم. یعنی اصلش اینه که اگه شما نبودید من به خوابم نمیدیدم یه همچه خونه و زندگی که الان دارم. ولی خب الان توی یه مخمسه ای افتادم که نمیدونم. خاکی نرو جمشید، اصل مطلب بگو. از یه پسر هاشمه. هاشم چیزی گفته آقا؟ اونم دلش صاف نیست به این وصلت؟ نه هاشم چیزی نگفته، چشات خوندم. فقط اینه نمیدونم این دلنگرونی های پدرونه هست یا عزم جزمه. عزم جزمه آقا؟ من از اولش هم رضا نبودم، ولی خب رو حساب رفاقت با هاشم اومدن خواستگاری منم نه نگفتم. اما الان قضیه فرق میکنه. به چشم خودم آقا دارم میبینم که دخترم داره بدبخت میشه تو خونه این پسره. این پسره کلش بوی قرمه سبزی میداد، حالا که دستش بوی خون میده. قد کرده، شوخی نیست آقا، پروندهش هم که هنوز بازه. اینا رو چرا به من میگی؟ واسه شما بزرگواری کنید نذارید دو تا خونواده با هم دشمن بشن. به هر حال ما هر دو زیر سایه شماییم. هاشم حکم برادر ما داره آقا، خوبیت نداره با هم در بیافتیم. فکر دختره رو کردی؟ اسم پسره روش میمونه، بلخص که اهل درس و مشق هم هست دیگه. واویلاس، پیر دختر میشه تو خونه. پیر دخترم بشه بمونه تو خونه نوکرشو میکنم آقا همه عمر، فقط نشه زن این پسره که دق میکنم به سرتون قسم. این گره کور فقط یه جور باز میشه جمشید. بله آقا. اونم اینطور که طرف حساب هاشم پسرش دختر تو من باشم نه تو. رو حرف منم کسی حرف نمیزنه. خدا خیرتون بده آقا، منم همینو میخوام. فعلا نمیخوام شیرین بفهمه یا کسی براش خبر ببره، میخوام خودم بهش بگم. دخترت باید زن قباد بشه و سلام. آقا قباد، لنگ زهره نمیخوای پاشی؟ قباد جان پاشو، پاشو، این کار واجب دارم باهات. قباد، قباد با تو هم میگم میخوام یکی از همین روزا یه وقت خلوتی که این زنزوله ها نباشن خیاط خونه برم بدم این دختر سعیده واسه همه دست کد دامن بدوزه. اکرم شاگردش زنگ زد گفت یه چند تاقه کرپ جورجت فرانسوی جنس اعلی آوردن براشون. قباد میگم چه رنگی بدم بدوزه بهتره؟
فرق ندارم. مثلا فیلی یا عنابی؟ همون چی؟ عنابی یا فیلی؟ نه هم فیلی. آخه میدونی چیه؟ پنجشنبه هفته دیگه افتتاحیه سینماست. کارت دعوتش واسه آقا جونم آوردن. منم گفتم اگه با هم دیگه بریم خیلی خوب میشه دیگه. کد دامن واسه همون روز میخوام. بگو چه رنگی بهم میاد دیگه؟ قباد. قباد جان. خیلی نزدیکم نیا، من حال روزم خوش نیستا. مریضم. وقت میبینی مرضم واگیر ماگیر داشته باشه. حالا کی خواست به تو نزدیک بشه؟ تو قرطانیمش هم باقیه. انگار نه انگار اون بوده رو من دست بلند کرده. یه هفته از کلش رو این مرخ کرده زیر لحاف. اصلا هم حالیش نیست. من چقدر دارم خانومی میکنم که باز سر صحبت رو باش باز کردم. وگرنه قباد هر کی دیگه جای من بود و سر و تحت رو به هم دوخته بود. نمیدونی بدون، من به آقا جونم گفتم هوا تو داشته باشه، وگرنه که الان حسابت با کرامل کاتبین بود. پس نه، آقا جون من بشینه نگاه کنه که یه یاردانگولی با صورت دخترش داریه بزنه. باز صبح شد. بابا بس دیگه خفم کردی به خدا. این بوگند پیازداخت چی هست و اول صبحی را انداخت؟ اینو ور ببر بابا، حالم به هم خورد. بوگند پیازداخت بخوره تو سرت. ناخوش بودی، ململ آش درست کرده آوردم بالا کوف کنی. خبرت. ململ غلط کرده با خودش. بدبخت بی‌لیاقت. بیچشم جهنم که نمیخوری، خوبی نایمده بهش. من یه جواب سرناس ازت خواستم. قرار رو یه شبه برید خاطر کنیم. بزرگ آقا، من که جسارت نمی کنم روی حرف شما آخر حرفی بزنم، ولی خب اما دیگه اما با اگر نداره. جمشید، دختر تو و دختر من هر دو شوربختن، اما تو زندگی هم قرار نیست هر با خیرات کنن. البت شبیدون که تاج سر بود. یا الله. سلام هاشم کن. سلام. خیلی خوش اومدی تو اتاقشون. هم بله، بهشون اطلاع بدید که من اومدن. چشم. یا تو. ببخشید، هاشم خان تشریف آوردن. یا تو هاشم. بفرما. سلام. سلام هاشم، چطوری؟ خوبه. از ساعت واقعا از ساعت، اما یکی هست موش و آتیش میزنم از تو فرستره. خب خانواده چطورن؟ پسرت؟ به لطف و مرحمت شما همه دعاگو هم. این روزا باید چهار چشمی پسرت به پای، مبادا دست گل تازهی به آب بده. شاید بد نباشه یه مدت از تهران دور شه. چشم ازش بر نمیداره، اونم معقول جز مسیر خونه و حجره قدم دیگه بر نمیداره. خوبه، بشینین. پیش پای تو داشتم به جمشید میگفتم. یا از من گذشته که زنگوله پا تابوت درست کنم. حکمن طالعم تو برج ریغه که بعد مرگ همسر و دوتا پسرم نازایی شیرینم قوز بالا قوزم شده. تو این دو ساله به هر دوا و درمون و طبیب و حکیمی بوده متوسل شدیم، اما افاقه نکرده که نکرده. بشینید. از طرفی قباد مرتب بهانه میگیره. ناسلامتی برادرزاده خودمه، اما نمیخوام پاپیش بشم. توف سر بالاست. علاوه اینکه بیقراری قباد، بیقراری خودم هم هست. بالاخره این تیر و طایفه یه میراث‌خور میخواد. چارش یه توله از تخم ترکه قواده. اما
با این دهن گاله مردم ولنگار دوست ندارم اون دختری که میخواد هروی شیرین بشه غریبه باشه. میخواد اون دختری باشه خونه‌واری همین دورایی خودم. الغرض هاشم، پسر تو با این اوضاع احوالی که داره الان وقت زن گرفتنش نیست. دختر تو هم جمشید یواش یواش دیگه از موقع شوهر کردنش داره میگذره. میدونم شهرزاد شیرینی خورده پسر هاشمه. در مرام بزرگ آقا نیست بره خواستگاری یه دختر شیرینی خورده. اما خب اوضاع احوال فرق کرده، زمونه چرخیده، ما هم باید با زمونه بچرخیم وگرنه لای این پیچ و موره له میشیم. آبروی همه ما در گروه این وصلته. برادرزاده من با دختر جمشید یک کلام بی پس و پشت و بی طول تفسیر. بشینیم. شما دوتا دست چپ و راست منین، حقتونه کاروبارتون رونق بگیره، بهره بیشتری ببرین. اونم الان که دیگه دوره هرج و مرج و هرکی خاتمه پیدا کرده، مملکت که بی صاحب نیست. باشم از اون حجره من دو دنگ به تو داده بودم، نه؟ دو دنگم به تو داده بودم از اون رستوران جمشید، نه؟ بله آقا. خب از حالا به بعد سه دنگ شریکی، نصف به نصف. مبارک. دست شما درد کن. چی بگم؟ میشه رو حرف بزرگ آقا چیزی گفت؟ حرف داریم تا حرف. اصل گوینده است نه حرف. شعر تحویل من نده جمشید. یعنی تو حاضری که دخترت بشه زن قباد؟ من رضایت ندم چی کار کنم؟ گیرم من نه رو گفتم. بزرگ آقا تا به نشانیدن داره؟ اونم از من. منی که ریز ریز زار و نزار زندگی ما تا دینش مدیونشم. اصلا اگه بزرگ آقا نبود شهرزاد کجا بود؟ کی به من زن میداد؟ بزرگ آقا پا پیش نمیذاشت پروین چطوری به من میدادم؟ اصلا خودتو فرها چرا راه دور بریم؟ ده نده فرهاد به دنیا بود اگه بزرگ آقا نبود. باید همون موقع که جونشو نجات میداد میفهمیدم کاسه زیر نیم کاسه است. حرفای خارجی میزنی هاشم. گیرم میفهمیدی کاسه که سهله، دیگ زیر نیم کاسه است. چیکار میخواستی بکنی؟ میخواستی بگی نه نمیخوام، جون بچم رو گذاشتی تو تشت طلا واسم آوردی پسش میفرستم واسه اسرائیل؟ ده نده باید ببینم. هزاری هم که به در و دیوار بزنی بازم اونی میشه که بزرگ آقا میگه. تا حالاش که همین بوده. انگار تو هم بدت نمیاد که قوم خویش بزرگ آقا بشی. من همچین چیزی نگفتم. خدا حافظ رفیق. برو بزن بچهت برس، بهشون خبر بده. احدی نمیخوام به فرهاد چیزی بگه. اگه قراره چیزی بشنفه میخوام از جانب من باشه.
سلام آقای دهتی. سلام. مبارک باشه. نشریه جدید، ساختمان جدید. نشریه جدید احتیاج به آدمای جدیدم داره. جناب دماوندی. با اجازهتون. خدا حافظ. سلام پروین خانم. ببینم شهرزاد خونه هست؟ آره، میخواستم باهاش حرف بزنم منتها نه با تلفن. ببین امشب شام همتون بیان رستوران. شهرزاد زودتر بیاد، میخوام باهاش صحبت کنم. خبرها خیره، حالا بیاین میفهمین. شهرزاد 7 بیاد، شما 7:30 بیاین. آره گفتم همه جون بیاییم. خداحافظ. نمیگی دل رفیقت هزار را میرس؟ فعلا چیزی نپرس بعدمت میگم. سلام علیکم. سلام. احوال شما؟ خوبی؟ این چند وقت من و بابک خیلی دلمون براتون تنگ شده بود. دانشکده هم که تعطیل بود نمیتونستم ازتون خبری بگیرم. 100 بار بهت زنگ زدم. 100 بار اومدم دم خونه گفتن خوابه. گفتم اگه این فرهاد ما رفته تو دار دسته اعصاب کف. راستش یه ذره به زمان نیاز داشتم تا بتونم خودم رو جمع و جور کنم. امروزم به خاطر شما اومدم بیرون. البته دلم هم میخواست. دوست داشتم چند تا تمرین قبل از اجراتون رو ببینم. با این اصلاحیایی که دادن بعید میدونیم که اصلا اجرایی باشه. اینم از عواقب کودتا. تا حکم تو خبر داشتم. رفقا هم متوجه شدن. خیلی به هم ریختن. بعد چند روزم خبر اومد که اجرا نشده. بعدش هم یه حرف حدیثایی رو افتاد. بابک دیگه حرفشو نزد. چه حرف حدیثایی؟ اصلا مهم نیست. بابک رو که میشناسین آقا فرهاد عادت داره یه کلاغ چل کلاغ میکنه. مهم اینه که الان آزاد شدی. حرف حدیثا هم خودش میخوابه. ولی حواست باشه یه سور به ما بده کاری. یا سور چی؟ آقا رو رفته تو دهن اسرائیل برگشته میگه سور برای چی؟ خودشو نمیگه آقا فرهاد. همین 2 هفته پیش ما رو گرفتن. 3 روز بازجویی. منو که یک شب بابکم 1 هفته نگه داشتن. پیش جرمی؟ مطربی در کشورهای بیگانه. گیرشون اجرای پارسالمون تو فستیوال بخارست بود. مسخره. عجب. راستی از دوستان مشترکمون چه خبر؟ تو این بگیر به بنده کودتا اتفاق برشون نیفتاد؟ نشریه ما رو مثل باختر امروز شما کله پا کردن. مدیر مسئولش هم همون روز کودتا گرفتن. الان هم با ارشد میشناسیش که؟ آره آره. ما هم یه صحبت هایی کردیم اگه مجوز بدن یه هفته نامه فرنگی هنری رو بندازیم. میخوای سفارش تو رو هم بکنم بیای اونجا مشغول شی؟ آره. بهتر از این غار تنهایی که برای خودت ساختی. حالا تو این اوضاع بذار ببینم چی میشه. راستی فرهاد اونجا خیلی اذیتت کردن. بعدا راجبش گپ میزنیم. سلام آقا جمشید. بله دارم. سلام آقا. سلام خانم دکتر. چیزی میخوری بابا بگم برات بیارن؟ نه دیگه، سب کن خانم جینا هم بیان. خبر یه گفتیم من زودتر بیان؟ خبر که زیاده، منتها جای حرف زدنش اینجا نیست. بریم تو دفتر بهت بگم. محسن حواست به لخ باشه، من الان برمیگردم. چرا واسری بابا؟ بشین. گفتی چیزی نمیخوری نه؟ نه ممنون. میگم داشتی میومدی بستنی فروشی آقا رضا رو دیدی؟ بله، پارچه سیاه زده بودن. اتفاقی افتاده؟ بدبخت مادر مرده، یه پسر داشت هم اسم من جمشید. اون زهر روز پیش بعد از 1 ماه از زندون آزادش کردم.
نمیدونم چی شد یه دفعه دوباره گرفتنش. همین پریشب اعدامش کردن. چقدر وحشتناک. آره واقعا وحشتناکه. وضعیت فرهاد هم همینه. آریه ای زنده است. حالا بزرگ آقا پادرمیانی کرد و یه چند سبایی از دهن مرگ جست بیرون. اصل حرفتونو بزنین آقا جون. خب اصل حرفم اینه که من این پسره رو به دامادی قبول ندارم. هرچم تو هم وقت شوهر کردنته. اگه یهو بی هوا به پسره میگفتم بره رد کارش، خب در واقع دختر خودم رو سقف دهن مردم کرده بودم. حالا خدا پدر بزرگ آقا رو بیامرزه که همین امروز خواستگاری کرد تو رو از من. خواستگاری کرد؟ بله. حالا برادرزاده بزرگ آقا کجا؟ پسر هاشم کجا؟ آقا جون معلوم هست چی دارین میگی؟ چی رو کنی؟ من فکرم خانواده آقا هاشم نمیان. اینقدر به خانواده هاشم رفت آمد کردیم که یادمون رفته خودمون چجوری بودیم. خب پس مناسبتش چیه امشب اینجا این؟ سیمی مناسبتش یه وصلت خیره. باشه خانم جون، باشه آقا جون. حال دیگه ما غریبه شدیم دیگه. حال دیگه برای سیمی خواستگار پیدا میشه، ما نباید بفهمیم. صدا تو بیار پایین همه رو جون. خب یاد نداره مردم میشنبه. داد دهنتون بشنبه. من خواستگارم کجا بوده؟ آقا جون شامتون رو بخورید، بعدا صحبت میکنیم. بخورید. صبر کنید خودم میگم. قضیه پیشنهاد زشت و احمقانه بزرگ آقاست که من به جای اینکه بشم زن فرهاد، بشم زن برادرزادهشون قباد. انگار من دستمالم که از این دست بگیره بده به اون دست. زنه رو مگه هاشم جسته واسه بزرگ آقا؟ اصلا جسته واسه بزرگ آقا یا جسته واسه ما؟ یه شب بهت میگن بیا برو با اون، یا این یا هر کی، چه فرقی میکنه؟ برو تو اجده. چشم چی دارین میگین؟ مگه معامله هست؟ اصلا مگه میشه؟ شهرزاد میدونه؟ اصلا همش حرف مفته مادر. هر چی تو بگی همون میشه. شما بفرما بالا. شدم عروسک خیمه شب بازی شما بزرگ آقا. شدم میگم میرم سینه دیوار، تیر مشقی میزنم به قلبم. بعد راه میفتین دنبال تدارک عروسی. بعد خود عروس رو میخوایم بدیم به یکی دیگه. اینجا چه خبر آقا جمون؟ شما خودت این اواخر به این وصلت رضایت نداشتی. دو کلوم حرف نزدی با دختر جمشید. چه جاله؟ اسمش شده دختر جمشید. ببین بزرگ آقا هر حرفی که بزنه مصلحته. من فقط اینو میخوام بدونم شهرزاد اینو میدونه یا نه؟ میدونه، جمشید بهش گفته. بعد اون وقت واسه همینجوری گوش داده؟ چی کار باید میکرد منصوم خود؟ باید میزده تو دهن اون کسی که این پیشنهاد داده مادر. تو دهن کی؟ تو دهن باباش؟ یا بزرگ آقا؟ فرهاد انگار تو یادت رفته که ما جونت رو مدیون اون هستیم. ای کاش نبودین. ای کاش میذاشتیم بمیرم. دوره جونت مادر. کجا میری فرهاد؟ جهنم. فرهاد چرا نشستی؟ پاشو برو دنبالش. من حالا هرچی سغرا کهرا بچینم به گوشش نمیره که. بذار بره لب مطلب و از دهن خود جمشید بشنو. بشین تو که نمیشه.
سلام. سلام. اومده با شهرزاد حرف بزنم. الان که نمیشه این وقت شب. برو فردا بیا رستوران دوتایی بشینی مردونه حرف بزنی. من همین الان این جواب سرراس میخوام. لا اله الا الله. خیلی خوب. بیا تو ببینم حرف حساب چیه. خب گفتم که ده نپس اومدی آبروریزی کنی ها؟ اومدم و زنم حرف زنم. زنت؟ حرفای خارجی میزنی؟ از که تالا؟ ببینم شازده ما اصلا نخوام با شما بسلت کنیم کیو باید ببینیم؟ همین حرف خود شهرزاد بزنه. حرف شهرزاد حرف منه. آره شهرزاد حرف تو همینه؟ تصمیمت عوض شده دیگه نمیخوای با من ازدواج کنی؟ تو واسه چی اومدی اینجا؟ ببخشید خوش برو تو. آقا جون چی بهش گفت؟ میگم برو تو. بزرگ آقا چی راست میگه؟ تو اینجا چه کار میکنی؟ برو بیرون. من راضی شدم. من 100 سال سیاه همچی حرفی نمیزنم. تو رو حرف پدرت حرف میزنی؟ رو حرف من؟ یعنی تو من فروختی به این؟ آقا جون چه ربطی به فروختن داره؟ ما نام زده همین چی شده یه دفعه؟ برو تو وگرنه این پسره رو لتو پارش میکنم. شما دو تا زبون خوش حالیتون نمیشه؟ زبون خوش اینی که نام زده منو میخواه بدی زن یکی دیگه شه. بچه پارو زبون رو تحصال خوبه بیدی خواه بیرون. میخواییم پسر دوست سایی میتونه بزنی؟ لا اله الا الله. خیلی خوب میرم شهرزاد. ولی نه اینکه فکر کنی زیر بار حرف زور رفتم. برو بیرون حیف که پسره. آقا دیگه تموم شد. دیگه نمیخوام حرف پسر هاشم توی این خونه زده بشه حتی یک کلمه. آقا پروین خانم اگه پای پسر هاشم اینجا کشیده بشه خون به پا میکنم. کس به قیس کن آقا خوبیت نداره این وقتش. شما بفرمایید تو. بفرمایید تو. شما برو تو دیگه شهرزاد برو تو. صبح بخیر. سلام آقا جون. سلام بابا جان. کسالت داری بابا؟ چرا نایمدی سلیم نیست؟ شوشو خانم عزیز دلم زندگی رو که سر تا شباه کنی ببینی همش سفره عقل نیست که لابلاش نقل و نبات و شکر و شیرینی باشه. گاهی وقتا سفره مریضه، دباش تلخه، شورباش بدمزه و بدرنگه، نونش مزه خاک میده. یه وقت هوا هم همون دبا تلخه است، میخوری خلاص میشه. برای قباد دو راه هست، یا بمیره یا اینکه درست حسابی تو این خونه زندگیشو بکنه. من خودم راه اول خوش دارم که تو دلت طاقت نمیاره. راه دومم که باز اگه یه دختر دهاتی پاپتی می آوردین یه چیزی. دختر همچین بدگلم نیست آخو جون. یه دختر دهاتی پاپتی میوردم که مثل کنه بچسبه به زندگیمون، آبرومونو ببره و بالمون بشه. از قضا این دختره که زن نمیشه واسه شوبرت. این سرش تو خونه زندگی نیست، سرش تو کوچه خیابونه. سه روز طول نمیکشه قباد رم میکنه، عیارتو میاد دستش، بعدم سرشو میذاره جای پاش میاد سر خونه زندگیش، بعدم میفهمه اجاق کی کوره.
پاشو مادر جو، پاشو. یه آشی برات درست کردم که بوش مستت میکنه. سیمی کمکش کن بلند شه. پاشو میلم نمیکشه. پاشو الهی قربونت برم، سه روزه هیچی نخوردی. توش آب نارنجم برات ریختم، همونی که دوست داری. بخو مادر. تو میدم انگار یه تخت سنگ. بذار بگم آقا جونت، بگه دکتر خسروی بیاد بالا سرت یه دوایی چیزی. نمیخوام، خوب میشم خودم، بس دیگه. سیمی چرا نشستی منو نگاه میکنی؟ باش برو تلفن رو جواب بده دیگه. شهرزاد جون قربونت برم مادر، پاشو. خوب نیست. گفتم بهتون هر وقت حالش بهتر شد میگم زنگ بزنم، کاری نداری؟ آخه الان نمیتونه حرف بزنه. باشه بگی. باشه. باشه ولی من بعید میدونم بتونه بیاد. باشه خدافظ. سیمی. بله. کی بود؟ سعیده بود، میخواست حال شهرزاد رو بپرسه. نکن شهرزاد. میگم این فرهاد عجب آدمیه ها. هی بهش میگم آبجیم ناخوش احواله ولی اصلا به خرجش نمیره. فرهاد بود؟ بهش گفتم همیشه شبون، یه بارم رمزون. درست حرف بزن ببینم چی میگو. نه خب تو اول وایسه ببین من چی بهش گفتم. گفتم این همه کم محلی کردی به آبجیم، حالا نوبت اونو کم محلی کنه. فکر کردی که چی از سر رو رنگ وردیمش که. بعدش هم بهش گفتم تو اگه بتونی هم خیلی بعیده فردا ساعت 11 بری کافه نادری اونو ببینی. 11 کافه نادری. من اون مورد رو هم هنوز منتظرشم. چی شد؟ بسپرینش به من، از پسش برمیام. در واقع یه فرصتی هم هست برای ابراز ارادت مجدد. شما عرضه نداشتین از پس یه پیرمرد کس کرده زیر پتو بر بیاین. دست به دومن عرازل و عباش شدین. از پس چی بر میان جناب سرنگ؟ ما رو خر فرض کردی؟ چه حرفی قربان، من هیچ وقت همچین جسارتی نمی کنم. تعریف از خود نباشه جناب دیوان سالار، ولی جسارتن بنده رو نذارید کنار بقیه. تو این دو سال بنده مو رو از ماست کشیدن بیرون، همه ردگم کنی بوده. وگرنه یه پرونده قتل اونجوری، اونم عهد و عیال حضرت عالی، چرا باید چند سال طول بکشه؟ این معتاده چی؟ اسمش چی بود؟ تراب. آه تراب، تراب. بخوام ببینمش. بله چشم. چشم. از خودتون بزیاری کنید. باید چشم. مرده که قروندنگ داتی. شما با
کبرا رک و فوسکنده حرف بزن. یه غروب نشسته بودیم چطول خورون، سرش که گرم شو زبونش بلبلی خون افتاد به گفتن. حالا نگو کی بگو، بگنه ما کجا میدونستیم این چیزا؟ گفتم بی سغرا کبرا اصل باقره بگو. اصلا توپچی گفته بود کل اول اجمعی همه ناکار شد، یعنی شما و عهد عیالتون. واسه همین یه بابایی رو میاره که نقشه میکشیده واسهش، گویا نقشه سیاکاری های قبلیش هم میکشیده. قراری میشه که دستکاری بره توی ترمز اوتولو ترمز بباره. همون روزی که شما و عهد و عیالتون قرار سفر داشتین. ایچی دیگه همین میشه که اوتول پر بنزین و بی ترمز و جاده، باقیش هم که خودتون بهتر میدونین، سراشیبی و دره و بوم تمام. اسمشو بگو، اسم طرف رو بگو. آقا بدبخته، به خدا بدبختر از منه. اسمشو بگو، اسمشو بگو. سرنگ تیموری به من گفته همین که کلیت واقع رو بگم کفایت میکنه. سرنگ تیموری غلط کرد، من اسمشو میخوام. آقا بدبخته، به خدا بدبختر از منه. تو میتونی بدبختر از اون بشی؟ فردا همین ساعت زن و سه تا پسرت میتونن تو این دنیا نباشن. آقا اونه چه گناهی کردن آقا؟ خود دنیا تیموری. بله قربان. زیا کدوم زیا؟ کله بزرگی، سیاهی کله بزرگی. سلام. چه غریبی میکنی؟ چرا اختیار داریم؟ بفرمایید بفرمایید، خوش اومدید. بفرمایید تو شهرزا جون، بفرمایید. آقا فرات دروسی نکنید. ببخشید. خواهش میکنم، اختیار داریم، خوش اومدید. میتونیم بشین اینجا حرفاتونو بزنید. من میرم یه چای شیرینی چیزی براتون بیارم. نه سعید جون، ما خیلی زود باید بریم، دستت درد نکنه. باشه، هر جور راحتی. ببخشید خانم، مشتری ها؟ نه آشنان اومدن منو ببینن. چون به کارات برس. چشم. فکر میکردم گفتنش آسون باشه، ولی مثل اینکه اینطور نیست. پس بذار من بگم. آره، فکر کنم اینجور بهتره. تو فقط ببین من از اون 28 مرداد لعنتی چی کشیدم. تا عمر دارم این روزو یادم نمیره. همه مردم یادشون بره، من یکی یادم نمیره. دستگیری و حبست یه طرف، حکم اعدامت یه طرف، بعدش هم با همه دنیا میتونستی قهر کنی اعلامت. اونم اونجوری، نه قهر بودی نه آشتی، یه روز قهر یه روز آشتی. ببین شهرزاد جان، این حرفا رو بعدنم میشه زد. این که تو چی کشیدی و من چی، شرح دلشکستگی تو و عذر تقصیر من. ولی من خواستم ببینمت بر کار مهمتریه، یه امر خیلی مهم. من خیلی فکرامو کردم. ما اگه بخوایم اینجا بمونیم همش باید به میل بقیه رفتار کنیم، مگه اینکه دل بکنیم از اینجا. درسته که اونا زندانی بود کردن، ولی راه فرار که برامون نبستن. یعنی چی؟ فرار کنیم؟ و یا نه فکر کنم مجبوری بشی عروس بزرگ آقا. اوتو به موش مردگی نزن، بهتر حرف بزن.
به نفع خودت. آقا اومد سر تو بالا بگیر. گوش بکنم بزرگ آقا، جون همون یه دونه دخترت منو ببخشید، امونم بدین آقا، به بزرگی خودتون ببخشید. امونت میدم اگه راستشو بگی ولت میکنم بری. منه ببین، دو سال پیش جلوی اون قهوه خونه کی ترمز ماشین منو دستکاری کرد؟ من کاری نکردم آقا. جوابو بده، زود باش. اصلا توپچی، اگه اون نمیخواست من چه کاره بودم آقا؟ زن و زار و زندگی دستمون بود، زورم کرد. بزرگ آقا، به جون یه دونه بچه من بیکنم آقا، به بزرگی خودتون ببخشید آقا، نذاری بچه هم بی پدر بشه. عجب، رحم کنی. بله آقا، رحم کنی. یه سیگار بهش بده. رو چشم آقا. رحم آقا. دمشی. بله آقا. رحم کنید آقا. راحت سیگارتو بکش. اصلان بوده. شما مگه نمیدونستی؟ دیگه مطمئن شده. باشه، خدمت اونم میرسی. شما با بچه هاتون صحبت کردیم راجع به تصمیمی که گرفتم؟ بله آقا، حله. امرتون انجام شد آقا. شما هم مرخصی. چشم. بچشم. بریم بچه ها. هیچ ردی ازش باقی نمونه.
هاشم، بابت حرفایی که اون روز زدم منظوری نداشتم خودش شاهده. خودت میدونی بزرگ آقا وقتی یه دستوری میده نمیشه نگفت. خیالی نیست. خیلی مخلصیم آقا هاشم. ما بیشتر آدم سگ بشه شرمنده رفیق نشه. دشمنت شرمنده باشه. الهی فدات شم هاشم. سلام علیکم. سلام علیکم. بودر آقا سلام رسوندن، این خلطی رو فرستم به شما. دستتون درد نکنه. مرسی. قابل نداره. بفرمایید داخل چای تازه دم. تشکر. خدا نگهدار. سلام علیکم. سلام فرقی خانم. سلام. خیلی ممنون. بله. سلام دوستم بابک. سلام برسون. مادر سلام برسون. بابک؟ آها خوبم سعیده جان، با زحمتهای ما. خواستم بگم که همون سه شنبه خوبه. آره منم صبح کلاس دارم. پنج بیام از خونه بیرون. باش. میارم. تو هم بیار. خیلی خوب، پس سه‌شنبه میبینم. باشم، پس من صبح زود میام دنبالت. آره فقط خیلی با خود وسیله نگیری. همون سجلتو بیاری کافیه. برای ثبت نشریه لازم میشه. آره خیلی خوب. هر شبت بخیر. خداحافظت. خداحافظ. شهرزاد. بله. بزرگ آقا تقویم باز کرده واسه 27 مهر ساعت 10 اومده. هم عقد هم عروسی. باش. مبارک انشالله. الحق که دختر خودمی خانم دکتر. شما هم که خانم تاج سر مایی. من دیگه برم بخوابم، خستم. شب خوش. چیه؟ شهرزاد تو؟ من جواب میدم. الو؟ بله، سلام سعیده خانم. چه خبر شده شما دوتا امشب اینقدر با هم اختلاط میکنی؟ مامان زشته بده به من. جونم سعیده، چقدر زنگ میزنی؟ آره دیگه. گوشی. سعیده. خب. آره دیگه همین سه شنبه. و
صبحی دارم سکته میکنم، نمیدونم کاش دل منم به اندازه فرهاد قرص بود. چاره ندارم دری نیست نزده باشم. از من میپرسی میگم اگه دلت میگه بری برو. آخ فرهاد راست میگه، میری آبا از آسیاب میافته بر میگردی، ایشالله همه درا براتون باز میشه. آخ قربونت برم، خواهش میکنم. نگاه فقط رسیدی اونجا یه تلگراف خونه هست، از هر کی بپرسی بهت نشون میده. یه خبری از سلامتیتون به من بدین، دل باپس نباشم. خیلی خوب، برو به امون خدا، سپردم دست خدا، نگران نباش، ایشالله درست میشه. برو قربونت برم، خداحافظ. خداحافظ. اکرم بله خانم، موضوع تو گذاشتم روز برداشتی؟ چشم برمیدارم، میخوایم بیشتر بمونم؟ نه دیگه کاری نداریم، مشتری هم که نیست، منم جمع میکنم تا یه ساعت دیگه میرم. برو به سلامت. سلام. علیکی سلام، با کی کار دارین خانم؟ ببخشید من یه خبر برای بزرگ آقا داشتم. ایشون تشریف ندارن، خبرتون چیه؟ خصوصیه، حتما باید به خودشون بگم. گفتم که خانم ایشون تشریف ندارن. باشه، من یه نامه دارم، میشه حتما اینو بهشون بدین؟ باشه، دستتون درد نکنه. خدافظ. خدافظ. راستی خانم؟ بله. اگه پرسیدم بگم کی آورده نامه رو؟ من اسمم اکرمه، تو خیاط خونه مدر روز کار میکنم پیش سعید خانم. به سلامت. با اجازه، خدا حافظ. مسافرهای شیراز، مسافرهای شیراز، بیا سوارشین دیر شده. بریم شهرزاد. چته شهرزاد؟ خیلی دلم شور میزنه. خب این طبیعی، منم دلم شور میزنه. خانم جونم، سیمین، اینا چی میشه؟ میخوای برگردیم خونه هامون؟ تو بری عروس بزرگ آقاشی، منم برم خودم رو گم و گور کنم. خب آخه اگه جز این بود که ما الان اینجا چی کار میکردیم؟ پاشو خونه کنم بریم. شهرزاد بدون تو حتی بهشتم برام دوزخه. بهمت ما تو سیمی، بیا برو خواهرت صدا کن بیا صبونه بخوره. آقا صبح هرچی صداتون کردم بعد نماز صبح. سلام مادر جون، بیدار نشدی؟ گفتم بگم قضاشو بخونین همین امروز. بالاخره این دخترها چشمشون به شماست، شما پاشین، اونا هم عادت میکنن پاشن. این ساعت چرا واسطه خانم؟ من چی میگم شما چی میگید؟ خانم جان. سیمی. خانم جان. شهرزاد. شهرزاد چی؟ ناخوش احواله؟ نه شهرزاد رفته. چی؟ چی؟ کجا رفته؟ برده. لعنت به شیطون، صبح اول صبح این حرفا چیه داری میزنی؟ به خدا راست میگم در کمد چارتاق باز چمدون کوچیکم نیست. میدونستم. آقا نیستش. سجلش. ببین سجلش هست. سجلش چرا نباشه؟ برو یه دقیقه بنداز. برو کنار ببینم. Thank you.
که سه تاست آقا فاطمه یه سر آقایین خانوما نیم ساعت وقت داریم واسه صبحونه اون غذای آجت دیر کنی رفتیم ممنون بوزی مثل خواب میمونه یه خواب طولانی من و تو اینجا وسط جاده شیراز اینجوری غریبونه بی کس و تنها الان که با همین چرا بی کس و تنها؟ پشیمون نیستم فرهاد از ته قلبت میگی یا به خاطر من؟ از ته قلبم میگم با تو هم خیالم راحته ته دلم روشنه فکر میکنم خانم جون آقا جونم آخر سری میبخشن ما رو خانم جون آقا جون تو هم همینطور میفرستن دنبالمون یه روزی ما هم برمیگردیم دست و پاشون رو میبوسیم بله ببخشید جمشید خود نشیف آوردن میگن کار واجبی دارن بگو بیاد تو چشم شاید جلوی تو معذب باشه چشم سلام آقا دستم به دامنتون دخترم و پسر هاشم دزدیده برده یه کاری بکنیم هر دو سجلداشون رو با خودشون بردن میترسم کاری کنن یه اون پشیمونی بار بیاد آقا به هر جایی که عقل جنم نمیرسیده یه سر رفتم آب شدن رفتن دو زمین با سفره رو خبر کن سوارشین بریم یه نگاه بنداز ببینید تو قهوه خونه مسافر شیراز جا نمونن مسافر شیراز کجا؟ یه دقیقه واسه ببینم شما دو تا قرتی باقلی میمونین بقیه هفته راشن ببینم چی کارشون داری؟ دنبال شهر میگردین؟ خفه نفله قضیه ناموسیه چرا راه نمیافتی؟ تناست پره یا عذر مسترها داری؟ شما جلوی ناموس خودتون هم اینجوری حرف میزنین؟ ایو اناس ببینین کی داره ناموس حرف میزنه؟ اصلا اصل حرف حسابتون چیه؟ اصلش که تنشه ما میخواییم بدونیم این همشیره کیکیه شماست به شما چه رفتی داره؟ سر پیازین یا ته پیاز؟ ما زبون ضعیفه ها عالی نیستیم اگه یه جا جانم داری خود نال بزن ببینم این همشیره کیکیه شما میشه آقا به شما چه مربوط؟
بچه شنیدین چی زرزر کرد؟ آخه گل باقال یه بدبخ مادر نزایده کسی رو که جلو آقا ملی زرزر کنه. کجا خانم خوشگله؟ شما با ما میان این قرتی باقالی هم هر جا که دلش خواست میتونه بره. ببخشید شما میشون چی گفتی؟ نشنیدی؟ گفتم خانم خوشگله. انگار نه انگار همجور سرش از خجالت داره کشی از خوده؟ کجا داره میره؟ بگیر شو بلا یه کار دست خودش داره شهرزاد این کارا چیه میکنی؟ به کی داری زنگ میزنی؟ نکن تو رو خدا تو رو خدا ببین حالا داره چیکار میکنه؟ هاشم خان بلو هاشم خان شهرزادم گوش کنیم به من جاده تهرون شیراز 2 ساعت از تهرون یه قهوه خونه هست قنبر فرهاد اونجا زدنش کمک میخواد تو رو خدا زود خجالت نمیکش از خودت ایبا خاک حالم ماما دیدی دست رو من بلند که انگار نگاه من خواهر بزرگترش از خودش خجالت نمیکشه خب این رو شقه شلوغش نکن فاطمه زهرا جمشید نداره ماما برید تو اتاق همه تون برید باشه ماما یا من در رو میکنم من آرومش میکنم ماما باشه ماما دیمی ببرش تو اتاق نظر بیاد بیرون برو کنار ببینم اینجا هیچی بهش نگو آقا جون من نمیدم لالمونی گرفته هیچی نمیگه نمیدونم چه بلای سرش آمده هیچی بهش نگو برو کنار آقا جون برو خدا شما نمیبینی حال روزش خوب نیست مثل گنجیش داره میلرزه همونجا تو اتاق میمونی تا بفهمم صبح تالا چه غلطی کردی اگه بفهمم پاشو از این اتاق گذاشته بیرون اون روی سگم میاد بالا فهمیدین کل آبروی خانواده رو برده دوقرتونی میشم باقیه بخور یکم آروم شید دختری چش سفید همینه دیگه وقتی که هر چی که میگم شما بهش میگین چشم آخرش هم همین میشه سر ما که بود همه چی آتیش جهنم بود درس آتیش جهنم خیابون گردی آتیش جهنم نامزد بازی آتیش جهنم به شهرزاد که رسید همه چی حلال شد نتیجهش هم همین میشه دیگه بس دیگه عمر رو باشو برو به مجد برس
پسر ما اومد. شهرزاد بردن. خیلی خوب، آروم باش، نمیخواد حرف بزنی. کجا بردیش؟ شمس. میگم نمیخواد حرف بزن، اونجا شمنه. آروم باش. الان کجاست؟ خوام ببینمش. خوب گوشتو باز کن ببین چی بهت میگم جاهل. این کاری که تو کردی اهل غیرت بهش میگن ناموس دزدی، یعنی ته تهش. جمشید اگه مرد بود، اگه غیرت داشت، باید سرتو میذاشت لبه باغچه و گوش تا گوش میبرید، بلکه آبرو رفته دخترشو باش بخره. حالیته؟ حالیته؟ یک کلوم ختم کلوم. مادر نزایید دختری به نام شهرزاد که پدرش جمشید نامی باشه، مادرش پروین نامی. انگار کن که از اول نبوده و نیست و نخواهد بود. شطور دیدی ندیدی، وگرنه کلامون بد جوری میره تو همه. فرهاد این توبه میری دیگه از اون توبه میری ها نیست. حالیته؟ حالیته؟ سلام آقا. سلام آقا. سلام آقا. کجا بودی دیشب؟ تصور امر شما آقا، ضیافت سهیلی. ام فرمودین برم رفتم، وگرنه من که سنمی با اونو ندارم. ضیافت سهیلی ساعت 11 شب به قاعده تموم شده. ببخشید آقا، خندم از این سهیلیه که چه آدم سرخوشیه. نشسته دونه دونه راپورت مهموناشو داده به آقاهاشون. چه حال و حوصله‌ای داره. قبات حالش خوش نیست آقا، شما ببخشیدش. غذای دیشبش نساخته، احوالاتش خراب کرده. بله. حتی خونه یکی از آشناها که این خانم داره نشه، شما ببخشید. خوبه، خوب آدم به فکر زنش باشه که نصف شبی نره خونه زابراش کنن. بله، گفتم دیگه تفلک و زابراش نکن. نمیخواد. گوش کنین هر دوتون، شب عروسی یه مأموریتی دارم براتون که میخوام قبادم توش باشه. به به، کی بهتر از قباد؟ بله بله، چشم. بفرمایین چی کار باید بکنم؟ میگم، ولی نه الان. سلام. علیکم سلام. شما؟ فرهادم، پسر آقا هاشم. اومدم اگه بشه دو کلم مردونه با هم حرف بزنیم. مردونه؟ تو این شهر هرکی تا اون زده تو مرد میبینی؟ من که نمیبینم. ببین آقا باد، من و تو تالا با هم کلوم نشده بودیم، نه دوست بودیم نه دشمن، اما تاس و جوری ریختن که بشیم رقیب هم. تو اصلا نمیخوای با زنی ازدواج کنی که میدونی دلش با تو نیست، دل تو هم با اون نیست. مردونه بکش کنار، من این لطفت تا آخر همون فراموش نمیکنم. کجای کاری عشقی آقای رقیب؟
نگاه به قیافم نکن انقدر مردونی مردونی میکنی. من ظاهرم شبیه مرد هست که انهو فقط مترسک سر جالی زمین فنتی. آه برو خدا روزی جای دیگه حواله کن. سب کن یه نمیخوایی چی کاری بکنی؟ چرا؟ خوام بزنم تو نخ بونگای شادمانی. هر جا ختن سرونی، اخکونونی، هنواندونی چیزی بود بریزیم اون وسط هر چی داریم رو کنیم. نانی 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 نانی. آقا فرهاد از که تو باغ نیستی. شما، بنده، بابات، هر کی دور بر بزرگ آقا میبینی مهرهای بازی شطرنج بزرگ آقا. منم نه در حد شاه و وزیران، سرباز. من که وجودش ندارم باش در بیفتم. در افتادم با بزرگ آقا این جنگ پشست با حبشه. تو هم برو دنبال زندگیت. همه میشنوی ها. کارگر باید تر و تمیز باشه، غذای سالم برای مشتری بیاره. بابا نمیشه که آدم باید بفهمه چی داره میخوره. غیر از اینه تو خودت باشی. برو بکنه درست. سلام علیکم. من فقط اومدم بدونم چرا دارید این کارا رو با من میکنید؟ با من نه، با دخترتون. چرا وسط روز تو هیر و بیر کسب کار اومدی شرح کلثوم بپرسی؟ من کاری به این حرفا ندارم، اما من حقمه بپرسم چرا دارید با زندگی من و شهرزاد بازی میکنید؟ خیلی خوب، میریم تو دفتر صحبت میکنیم. چرا چمچاله گرفتی به کارت برس؟ چیه؟ چته؟ سر جالیزه مگه؟ دست پیش گرفتی که پس نیفتی؟ من اگه رفاقت 40 ساله با پدرت نبود سر و تهت کرده بودم، ریقتو کشیده بودم بیرون جوجه فکنی. یه اینک میزنید گل چشتون، چهار تا کاغذ پاره میزنید زیر بغلتون، خیال براتون داره علی آبادم دهی باز خودش. هری بابا هری، برو بیرون. آقا جمشید دیگه نمیخوام حتی تا یه فرسخی من خانوادم ردی ازت پیدا بشه، که اگه پیدا شد رفاقت 40 ساله رو زیر پا میذارم افقید میکنم و خلاص. برو بیرون. من نیومدم اینجا دعوا کنم آقا جمشید، اومدم حرف بزنم. شما سر تو کردی زیر برف، نمیبینی با دختری داری چیکار میکنی. بابا قیمتش چنده؟ چند دنگ از اینجا، چند دنگ از زمینای عباس‌آباد، قیمت شهرزاد چنده؟ بزرگ آقا واسه شهرزاد چند قیمت پیشنهاد داده؟ بابا قیمتش چنده که اینجوری چوب حراج زدید به؟ برو بیرون! زبونت از آن خوبت بکشم بیرون! بیرون! برو بیرون! چی شده جمشید خان؟ چیزی نیست، منو برسونیم بیمارستان. ماشین قرار آماده کنید، ماشین قرار آماده کنید، برید. جمشید خان، جمشید خان، سلام. سلام، کجاست این پسره؟ تو اتاقشه. واسه چی شده؟ سلام آقا جون. سلام. اینو بگی ببینم. سلام. چی کار میکنی؟ جنی شدی؟ خوب گوش کن این چی میگم بچه. از حالا به بعد دختر جمشید مرد. دختر جمشید مرد. یکی به منم بگه چی شده؟ چی شده؟ شرمت شده مادرتو گیاره؟ شازده پسرتون باز دوباره راست رفته سراغ جمشید، هرچی نبدترشو بالا جمشید کرده. دستش درد نکنه، بچه‌م جنم داره، برای همین هوار را انداختی؟ نامزدشو داشتن از چنگش در میوردن بیرون، وایسه تماشا کنه؟ جنم داره؟ سکته داده با این حرفاش جمشیدو، طرف داشته میمرده، خدایی بوده که هنوز زنده است.
چند تا خون باید بیفته گردن تا حساب کار بیاد دستت؟ فرهاد الان حالشون خوبه؟ خوب یا بد دختره دیگه نمیخواد حتی یک کلوم باید هم کلوم بشه. آقا خیلی خوش اومدین، قدم رو چشم ما گذاشتین. والا به خدا ما راضی به زحمتتون نبودیم. خبر میکردین یه تدارک میدیدیم گاوی گوسفندی. زیاد نمیمونم. ایوا چرا آقا بعد از این همه وقت تشریف آوردین؟ شام در خدمتتون باشین. یه لقمه نون و پنیری پیدا میشه. بزرگ آقا قابل نمیدونم ما رو. چایتون یخ نکنه آقا. سیمین جان شیرنی تعارف اومده. آره چطوره؟ شکر الحمدلله. ناقص بوده شکر خدا. سکتهشون رو عرض میکنم. طبیب گفتن هرچی که بوده زیر سایه شما رد شده. فقط این پسر آقا هاشم باید بالاخره نیشش رو به ما میزد یه روز که زد. حالا باز بخت و اقبالمون بلند بود قبل فامیل شدن ذات خبیثش رو. شرزا جون پذیرایی کن مادر. تو بمون دختر. جمشید. بله آقا. کجا میتونم با دخترت دو کلمه حرف بزنم؟ آقا تشریف بیارید. یا آقا تو بلند نشو. بفرمایید آقا. خدا مرگم بده. اون اتاق خیلی ریخت و پاش بود. نه برو برسی تمیزش کردن. حالا چی کار داشتش بزرگ آقا باش؟ نمیدونم. حتما میخواد بهش بگه قباد بی قباد. برزن هم فرهاد شد. من چی به تو بگم؟ بشین. راحته. گفتم بشین. دیگه تصمیم با خودته. میخوای بریزنش بشی برو بشو. بزرگ آقا کسی نیست که یکی به قد و قواره تو کل شقی کنه بخواد حرفشو بزنه زمین. زدم زد انگار میگیریم لگد یه موره به پای فیل. اما حرف من یه چیز دیگه است. گفتم خودت هم میدونی پرونده قتل یدی گلدره ای که قاتلش فرهاده هنوز وازه. زخمش هم وازه. خونوادهش داغ دارن. 4 سبای دیگه پرونده قتل رو میذاره کنار دوزی ناموس و 1000 هنگ سیاسی حکم تبعیدش میگیره میفرسته تای جنوب، جایی که کمترین مصیبتش جزامه. برا اگه بزنه و میونه این هیرویر بفهمن زنم گرفته عروسی را انداخته دیگه فبه. شایدم یه روز یکی از پشت با کارت بهش حمله کرد و باده پلنگم نمیبنده. قاتل میشه قهرمان ملی چون زده خائن به شاه مملکت رو کشته و به سزای عملش رسونده. اونم میشه منفور و معدوم. نمیدونی نعشش کجاست، نمیدونی قبرش کجاست. هر بنده پسر هاشم معطله چوشه.
این میون آتیش بیار معرکه کم نیست؟ یکیش قباد تو روز روشن عروس آدم به دوزا میشینی تماشا کنه. از همین حالا حلوای پسر هاشم بار بذار. شما دارین با من معامله میکنین سر جون فرهاد؟ نامردیه. قبلنم ازتون پرسیدم جواب روشنی بهم ندادین. شما میتونستین برای دخترتون یه هوو بیارین بی درد سر، بدون رسوایی، بی سر و صدا، ولی صاف انگوش گذاشتین رو من. چرا؟ من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست. تو هم زروی کرامت چنان بخوام که تو دانی. خسته نباشید. ما مراسم عروسی 10 روز دیگه است. شب جمعه تو باغ خونه من. مبارک باشه آقا. سلامتی. سیاهه مدعوبین رو برام بفرستید. زمان اگه شهرزاد خواست اون پسره رو ببینه مانعش نشید، اشکالی نداره. جمشید زودتر سرپاشو، کار زیاد داری. بله آقا. مرحمت زیاد. به سلامت. نه نه یاد دنبالم. نه آقا اختیار دیدیم. گفتم نه یاد دنبالم آقا، راه رو بلدم خودم. لطف فرمودید صفا آوردین. به سلامت. کارا چیه؟ نمیتونم نگهشون دارم. یعنی چی؟ میدونی من منتظر شنیدن چه حرفای از طرف تو بودم؟ من و تو تلاش کردیم دنیامونو عوض کنیم فرهاد، ولی دنیامون داره ما رو عوض میکنه. من همه چیمون باختم شهرزاد، نمیتونم تو رو ببازم. همیشه اونجوری نمیشه که ما منتظرشیم. شهرزاد به من بگو چی شده. من فقط میدونم اگه یه روزی تو این دنیا باشم و تو برات من و تو به درد هم نمیخوریم. چه مزخرفاتی به خورده دادن شهرزاد؟ تو که نمیخوای زن قواد شی؟ چرا؟ چند روز دیگه لطفا نیا، چون برای هیچ کدوممون آسون نیست.